سلام سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدیم به کانال من. من امروز با آموزش باقلوا در خدمتتون هستم. یه باقلوای خیلی خوشمزه و لذیذ و فوق‌العاده راحت که میتونین توی خونه تهیه کنین. رسیپیش خیلی راحته به شرط اینکه تمام فوتوفن‌هاش رو رعایت کنین و طبق همین رسیپی پیش برین. مواد رو توی باقلوا نباید زیاد، کم و زیاد کرد. همونطور که میبینید باقلوا به این صورت در اومده. من خیلی دوست دارم که مثل ترک‌ها به همراه بستنی بخورم. وسطش رو باز میکنم و بستنی رو داخلش قرار میدم میخورم. به همراه چای میتونیم بخورین و هر جوری که دوست دارین. فوق‌العاده باقلوا خوشمزه است و یکی از دسرهای پرطرفدار. خب برای تهیه باقلوا ما به خمیر یوفکا نیاز داریم. هر خمیری که دیدین که روش عکس باقلوا رو کشیده یه بسته مناسبه. بعد تقریبا 180 الی 200 گرم کره، یه قاشق غذاخوری آب لیمو که من لیموی تازه استفاده میکنم، یه دونه چوب دارچین، 2 الی 3 قاشق غذاخوری گلاب، 1/3 پیمانه عسل. من پیمانه‌ای که استفاده میکنم این هست، این لیوانه. بعد 1.5 پیمانه آب که میبینید که از این پیمانه استفاده کردم، 1.5 پیمانه شکر، کمی زعفران و پسته، پودر پسته که بعضی تیکه هاشم دونه هاشم یه خورده درشت باشه. تقریبا به اندازه که روی باقلوامون رو بگیره. یه نصف قاشق غذاخوری، نصف قاشق چای خوری هم هل داشتیم که من اینجا نگفتم. خب اول یه دونه ظرف میذاریم روی اجاق گاز، آب رو میریزیم داخل ظرف، بعد شکر، بعد هم چوب دارچین رو میندازیم داخلش، درسته؟ و تقریبا یه قاشق غذاخوری آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم و بعد هم 1/3 پیمانه عسل و اجازه میدیم این تقریبا 15 دقیقه با شعله متوسط رو به بالا باشه خیلی بهتره بجوشه. توی همون حین که شکر و شربت آماده میشه من کره رو گذاشتم به روش بنماری توی ظرف که زیرش آب جوش هست آب بشه. اگه ماکروویو داریم میتونیم بذارین توی ماکروویو اونجا گرم بشه. خب همون موقع که شکر داره تقریبا 10 دقیقه رو هست که روی اجاق هست بهش گلاب رو اضافه میکنم و یه ذره زعفرون اندازه نوک قاشق چایخوری زعفرون تا این باز یه 5 دقیقه دیگه بجوشه تا به غلظت برسه. شربت نباید اونقدر غلیظ باشه که وقتی که سرد میشه خیلی سفت باشه. یه حد متوسطی اگه از غلظت برسه به این صورت که میبینین دیگه کافیه، میذاریم کاملا خنک بشه. همون ربع ساعت بذارین کافیه، به غلظت میرسه با شعله متوسط رو به بالا. خب به اندازه ظرف مورد نظرمون که قالبمون هست ما میذاریم و این قالب، این خمیر رو برش میدیم که قشنگ داخل ظرفمون قرار بگیره. قالبتون هر اندازه بود همونقدر برش بدین مثل من که میبینید. خمیر یوفکا خیلی خمیر تازه و خیلی نازکی هست. به خاطر همین بلافاصله که باز میکنید بلافاصله استفاده کنید. خب میبینید که من کره من آب شده. کره رو توی ظرف نندازین حرارت ببینه، حتما به همین روش بنماری آب کنین. بعد کف ظرف رو من کره میمالم به این صورت که میبینید. بعد یه لایه از خمیر یوفکا رو میندازم خمیر باقلوا رو کفش. به
ببینید این خمیر فوق‌العاده یه خمیر نازک هست. این لایه ها حالا روی هم قرار بگیرن، یه گوشش بزرگ باشه یه کوچیک، اشکال نداره، میتونین روی هم قرار بدین. بعد دوباره من وقتی که این لایه اول رو گذاشتم، دوباره کره میزنم به لایه و دوباره یه لایه خمیر میذارم. تقریبا 10-12 بار این کار رو تکرار میکنم. اینجا کره میزنم و دوباره یه لایه خمیر تا تقریبا 10-12 تا خمیر باشه. بعد باید پسته رو بذارم، یا بیشتر میتونیم بیشتر هم بذاریم. خب الان نوبت اضافه کردن پودر پسته است. نصف قاشق چایخوری من بهش هل اضافه میکنم و این رو خوب با همدیگه مخلوط میکنم. موقع پودر کردن پسته هم میتونین هل رو بهش اضافه کنید که مخلوط بشه. خب بعد این لایه، یه لایه پسته کاملا روی خمیر میذارم. به این صورت که میبینید هرچی پرمغزتر و پرپسته تر باشه خیلی خیلی خوشمزه تره. وقتی پودر پسته رو ریختیم دوباره یه لایه خمیر میذاریم و دوباره این کار رو تکرار میکنیم تا زمانی که همین یک بسته ما دیگه تموم بشه. 10-12 لایه از این خمیر رو میذاریم، کره میمالیم و این یه لایه از خمیر رو میچینیم تا تموم بشه.
خب وقتی که لایه آخر رو گذاشتیم روی کاملا این رو باید برش بدیم. قبل از اینکه بذاریم توی فر ما باید این باقلوا رو برش بدیم. برش به صورت دلخواه، از هر جوری که دوست داریم میتونیم برش بدین. من به این صورت که میبینید دارم برش میدم، برش مستطیلی بعد هم مربعی که خیلی به اون سایزی که دوست دارم، همین که شربت ها قشنگ به خوردش میرن، همین که موقع خوردن راحت جدا میشه. بعد که برش دادیم داخل فر از قبل گرم شده، دمای 180 درجه سانتیگراد تقریبا به مدت 30 دقیقه میذاریم بپزه، ولی شما حتما از 20 دقیقه که گذشت چک کنید و نذارید روش خیلی بسوزه. حواستون باشه تا زمانی که روش تقریبا طلایی بشه و بعد اون رو از توی فر بردارید. من همه اطلاعات و مواد لازم و اینا رو داخل دیسکریپشن می نویسم، از اونجا هم می تونید ببینید. خب میذاریمش توی فر تا بپزه و آماده بشه. تا زمانی که بلافاصله از توی فر در آوردیم و طلایی شد، شربت رو تا باقلوامون گرمه باید بهش اضافه کنیم و صدای جلز ولزش رو بشنویم و باید بذاریم تقریبا یه روز این شربت روی جذب باقلوا بشه، استراحت کنه، خوشمزه بشه. به هیچ وجه باقلوا رو سریع نخورید چون خوشمزه نیست و شربت جذبش نشه. حتی دو روز بعدم اگه بخواید بخورید خیلی خیلی خوشمزه تره. همینجوری بذارید توی قسمت از آشپزخونه بمونه، نه نیاز هست توی یخچال باشه، نه جای مخصوص، نه هم نیاز هست که روش ظرفی بذارید یا روکشی بکشید. من میذارم همینجوری یه گوشه و میمونه و بعد از یک روز و دو روز میخورم. امیدوارم که دوست داشته باشید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون، خدافظ.